مهمان من روزنامه نگار و وکیل دادگستری است ولی در چند سال گذشته اسم او بیشتر به سبب مبارزاتش علیه تبعیض نسبت به زنان در کشورش ایران بر سر زبان بوده از مبارزه علیه قانون سنگسار گرفته تا تلاش برای لغو منع حضور زنان در ورزشگاه ها او حالا چند ماهی است که اینجا در شهر فرانکفورت آلمان زندگی میکنه چرا در اوج مبارزات دموکراسی خواهی در ایران کشورش را ترک کرده شادی سعد به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید خیلی ممنون خانم سعد شما الان چند ماهی که اومدین به فرانکفورت و این کار توی بهبوهه تو اوج مبارزات دموکراسی خواهی مردم در ایران کردید در گذشته بسیار فعال بودید و درست سر به زنگاه بل کردید و اومدین خارج چرا؟ خب من فکر می که حداقل دلایلش بر خودم روشنه اگه بخوام خیلی خلاصه بگم اینکه بر شدت من وقتی که از زندان آزاد شدم توی مرداد 88 راستش قصد نداشتم که میدان مبارزه رو به قول شما ترک بکنم ولی دو تا موضوع باعث شد که این تصمیم رو بگیرم فکر کردم که یکی اینکه که به نظرم خیلی مهم بود اینکه این بار در طول بازجویی ها چیزی که من میتونستم به طور قطعی بفهمم این بود که دیگه این سیستم بیشتر از این اجازه فعالیت به من نخواهد داد بازجوهای من خیلی خیلی به سراحت میگفتن که هر کاری که تو بکنی غیر قانونی از نظر ما حتی اگه توی روزنامه کیهان مقاله بنویسی و در واقع مسئله این شده بود که من مسئله از این که من چه ننویسم به این شده بود که من چه اگر بنویسم میتوانم بنویسم نکته دومی که خیلی رو تصمیم گیری من تاثیر داشت این بود که بوده پنج روز که از آزاد شدن من میگذشت اون که فرخواست معروف دادستان تهران منتشر شد که در اون اسم من در کنار اسم خانم شیرین عبادی به عنوان رهبران بخش زنان کودتای های مخملین معرفی شده بود و شب اون روز من تصاویر اولین جلسه دادگاه های نمایش رو دیدم و به خصوص تصویر آقای ابتهی من تکون داد در واقع فکر کردم که خب این میتونه سرنوشتی باشه که در انتظار من هم هست و من نمیخوام که در اون جایگاه وایسم و به هر شکلی با هر شکنجه یا با هر روشی از من اقرار گرفته شده باشه اقرار کنم که فعالیت های ما در جنبش زنان در واقع با مقاصد براندازانه طراحی شده بوده یا ما جاسوسان بیگانه بودیم یا عروسکان آمریکا و کشورهای غربی فکر کردم که در شرایطی که نمیتونم فعالیت همو دیگه ادامه بدم به شکل سابق و هر لحظه این خطر وجود داره بهترین کار اینه که حداقل برای مدتی هم که شده بیام خارج از کشور و فعالیت هامو جور دیگه ادامه بدم خب حالا برای اونهایی که به شما ممکنه انتقاد بکنن که خب خیلی در موقعیت شما در ایران بودند و کماکان موندند و پی تمام اینا هم به تنشون مالیدن که ممکنه چه اتفاقاتی براشون بیفته ولی شما در واقع میدون خالی کردین و چون احساس خطر کردین رفتین به خارج ببین چند تا چیز هست به نظرم که باید روشن بشه یکی اینکه ضمن اینکه که من به تصمیم هر کسی که برای موندن یا برای رفتن اتخاذ میشه احترام میذارم و فکر میکنم که این تصمیمات خیلی آشن به شخصی داره و نمیشه اساسا از جنبه شخصی نمیشه انتقاد کرد ما حق هر کسی رو برای حداقل برای مدتی کوتاهی هم که شده برای تنفس آزادی و تنفس در هوای آزاد و کار کردن در شرایط آزادتر باید به رسمیت بشناسیم حق هر کسی رو برای برخورداری از در واقع نعمت آزادی به رسمیت بشناسیم ضمن اون من فکر میکنم باز همین تصمیم شخصیه که آدم ها میگیرن برای اینکه در کجا میتونن موثرتر باشن اون لحظه ارزیابی شخصی من این بود که من موندن من در ایران اون تاثیری رو که من میخوام نمیذاره در واقع من داچار یک روزمرگی خواهد کرد ممکنه همسایه بقلستی من یا دوست من یه هم توی همچین شرایطی نباشه ممکن اون بتونه همچنان تاثیر بذاره یا خودش این فکر رو بکنه ولی ارزیابی شخصی من این بودش که من دیگه نمیتونم بیشتر از این تاثیر بذارم اما شاید جای دیگه توی فضاهای دیگه بتونم از امکاناتی استفاده کنم که تاثیر بیشتری بذارم رو پیشبرد مبارزات مردم به این معنا من, من اومدن خودم به خارج از ایران قطع مبارزه نمیدونم من اومدنم و تداوم مبارزه نمی. پس قصد ندارین دیگه حالا حالا برگردیم به ایران و موندگار شدین اینجا اگر اینه آه. که ظاهرا این ای اینه شما دقیقا چی کار میکنید در خب اول این رو روشن کنیم تصمیم من برای برگشتن یک تصمیم بازه نه یک تصمیم بسته است یعنی در واقع به یک معنا اینجوری نیستش که من بگم که من دیگه قصد برگشتن ندارم اساسا من فکر می کنم که من هر روز قصد برگشتن دارم تنها چیزی که هست اینه که هر روز باید این ارزیابی رو بکنم که کجا موثرترم آیا میتونم کارم اونجا ادامه بدم آیا آیا من در زندان شاید یه در زندان تاثیر بیشتری داره یا شاید یه تحت شرط سرکوب فشار و تهدید در حالی که همه تلفناش کنترل میشه تحت شرط در واقع تو اون شرط تاثیر بیشتری داره یا اینجا وقتی که حداقل میتونه که یه کاری بکنه و اینکه من دقیقاً چیکار میکنم من دقیقاً سعی میکنم که از تمام امکانات و فرصت‌هایی که در اختیارم هست یا می اشون استفاده کنم برای اینکه اول از همه اینکه تا جایی که میتونم نشون بدم که چگونه به طور روزمره حقوق انسان ها در ایران نقض میشه تا چه حد جمهوری اسلامی نسبت به تعهدات بین و همینطور قوانین داخلیش در مورد حقوق بشر بی و در وهله دوم و به طور خاص در واقع تمرکز من طبیعتاً روی دو موضوع اصلی یکی سرکوب و نقض حقوق مدافعین حقوق بشر و زندانیان سیاسی و دوم در واقع نقض حقوق زنان در قدم بعدی که من فکر می کنم که دراز مدت‌تر شاید باشه اون چیزی که برای من مهمه و فکر می کنم که براش به نوعی الان زنده اینه که بتونم با کمک دیگرانی که حداقل هم فکر من هستن و این ایده رو پیش ببریم که لازمه برای نقض حقوق بشر در ایران به راه های جدی تری فکر کرد ما به اندازه کافی بیانیه سیاسی خوندیم و از سازمان های بنمایی گرفته تا دولت های مدافع حقوق بشر خب الان خیلی بحث‌های متنوعی هست به نظرم اجماع هنوز وجود نداره از بحث‌هایی که به خصوص بعد از انتخابات شروع شد که ما لازمه که موارد جرایم علیه بشریت رو که در جمهوری اسلام اتفاق میفته به دادگاه بین‌المللی کیفری که بریم که از وقتا به نظر میرسه از نظر من بیشتر شبیه یه رویاست با امکانات موجود حقوقی و سیاسی بین‌المللی. تا تشکیل کمیته ها و کمیسیون های تا استفاده از در واقع در کشورهای اروپایی یا کشورهایی که در واقع هر جای دنیا نقض حقوق بشر به شکل سیستماتیک و گسترده اتفاق بیفته میتونه مورد محاکمه قرار بده تا اخیرا که بسیار این ایده برگزاری دادگاه های که بین المللی مطرح هست من فکر میکنم که اون چیزی که برای من مهمه اینه که به هر حال ما بتونیم یکی یا دو تا از این استراتژی رو اتخاذ کنیم برای اینکه در واقع یه قدم جلوتر بریم از مکانیزم های غذایی بین استفاده کنیم برای اینکه عاملان و آمران نقض سیستماتیک حقوق بشر رو مورد محاکمه قرار بدیم و به مجازات برسونیم بسیار خوب حالا برگردیم به فعالیت های شما در داخل ایران شما خب خیلی ساله که فعال هستین در از نقض حقوق مبارزه با نقض حقوق بشری در ایران و همینطور در عرصه مبارزه برای برابری زنان با مردم به خصوص و تو این زمینه وکیل بودید و فعال سیاسی بودید و به زندان رفتید و در خارج هم قدردانیش از شما دوایزی دریافت کردید حالا در داخل ایران شما حاصل کارتون چیه؟ یعنی در وقت برمیگرد نگاه میکنید که چه به دست آوردید تو این عرضه؟ به خصوص در مورد حقوق زنان به عنوان یک یک فعال اجتماعی به یک معنا من همواره نیمه پر میبینم همیشه به هر حال من همیشه خوش بینم و اگه بخوام نیمه پر لیوانو ببینم و در مورد فعالیت های جنبش زنان سار نظر کنم میتونم دو دسته بکنم حالا من به عنوان بخشی از جنبش دارم میگم اینا یعنی دستاورت های شخص من نیست اینا دستاورت های جنبشه و من یک بخش کوچکی از این جنبش بودم در تمام این سالها به نظرم دستاورت های خیلی عینی وجود داشته اصلاح برخی از قوانین در برخی از حوزه ها اصلاح برخی از سیاست ها تغییر در برخی از سیاست ها متوقف شدن برخی از سیاست ها یا قوانینی که میتونیم مثال مثلا میتونیم بگیم که به عنوان مثال چیزی که خیلی یاد من میاد الان متوقف شدن لایحه حمایت خانواده است بعد از مبارزات فراوان یا حس شدن مجازات سنگسار از قانون مجازات اسلامی یا اصلاحاتی در قوانین مربوط به ارث دی اینا میتونه در واقع بخشی باشه ولی اون دستاوردی که به نظر من خیلی بزرگتره و من اون فکر میکنم که اونه که ما باید بهش افتخار کنیم در واقع اینه که جنبش زنان با وجود همه سرکوب هایی که تو سالهای گذشته تجربه کرد تونست ایده برابری و آزادی رو برابری و آزادی زنها رو گستر، گسترش بده و من فکر می کنم که این در واقع در کنار دلایل اجتماعی دیگه گسترش شهرنشینی افزایش تعداد زنان تحصیل کرده این یکی از عوامل مهمی بود که ما میتونیم اون وقت الان زنها رو در جنبش عمومی مردمی این چنین در صفحه مقدم ببینیم و زنهایی که هستن هم با همه مخلصات و ویژگی های زنانشون و میدونن که چی میخوان و وایستادن حاضرن هم هزینه به خاطرش بدن من فکر می کنم که یکی از این یکی از دلایلی که این زنها دارن چنین نقش فعالی رو بازی میکنن اون گسترده شدن آگاهی جنسیتی میان زنها و جنبش زنان قطعا نقش بزرگی داشته. بسیار خوب خانم سر شما در سخنرانی که در هولند داشتیم در مراسم اهدای جایزه ای که به شما دادن در مورد فعالیتتون در زمینه حقوق بشری شما یک جایی اشاره میکنید یک نقل قولی میکنید یا مثالی میارید از اینکه در تظاهراتی که در به مناسبت سالگرد دهی تیر بوده توی اتوبوس که بودین و دخترها به خصوص مشغول بحث‌های سیاسی بودن نهایت از مردا ساکت نشسته بودن و یکی از اون خانما میگه به این مرد که شما چرا ساکتین شما نظری ندارید و یکی دیگه که به قول شما خیلی هم چادری و سیاه پوش بوده برمیگرد و بهش میگه که بهتر همین مردا ساکت باشن برای اینکه اینها یک بار فعالیتی کردن و اون انقلابی کردن که رو دیدیم شما با در واقع سه گذاشتن به این اظهار نظر اون خانم یک گلایه داریم میکنه از مردا به طریقی این گلایتون در مورد چه دقیقا؟ در مورد اینکه اینها عموما مردها در فعالیت های سیاسی خیلی منفعلن به جای اینکه فعال باشن یا اینکه در زمینه خاص حقوق, بش... حقوق, زنان هستند که مردا کار نمیکنن به نظر اون دختر جوان تو اتوبوس البته چادری نبود ولی خیلی باهجاب بود سری مشکی سرش بود و خیلی باهجا بود خیلی سریع وقتی که گفتش که سی سال پیش شما انقلاب کردین انقلاب سی سال پیش انقلاب مرده بود ساکت باشین بشینین این انقلاب انقلاب ما زن و نوع در واقع دیدگاهی که اون داشت که من واقعا اصلا متحیر بودم یعنی تا چندین دقیقه بعدش فقط فکر می‌کردم که فقط نگاش می‌کردم که ببینم این زن کیه که داره اینجوری حرف میزنه و این بود که اتفاقا ایرادی که داشت اینه که نتیجه اون انقلاب 57 رو که در واقع اون به عنوان یک انقلاب مردانه توصیف میکرد همه ما در سی سال گذشته دیدیم و به نظرم نقد اون بیشتر به این بود که چیزی که شما ساختین شما مردا ساختین و ما الان میدونی با بیای که هست که اینکه انقلاب 57 با اینکه زنان خیلی خیلی زیادی درش نقش داشتن و بدون زنان اون انقلاب نمیتونست انجام بشه اساسا ولی در بدنه جنبش نقش رهبری زنان بسیار کم رنگ بود نقش خواسته های زنان تقریبا هیچ بود و زمانی که زنها برای در واقع به دلیل اعتراضشون به حجاب اجباری اومدن تو خیابون هیچ کدوم از گروه های سیاسی فعال در اون زمان پشتیبانی نکردن از اون تظاهرات بنابراین به یه معنا من فکر میکنم که این دختر جوان با یک حافظه تاریخی بسیار بسیار قوی برخورد کرد و حرفش این بود که حالا ولی اینجا ما داریم رهبری می‌کنیم اجازه بدین که رهبری دست ما باشه برای اینکه شما به اندازه کافی امتحانتون رو پس دادین و خیلی مشخص بود که از خواسته های صحبت میکنه که خواسته های عموم جامعه است ولی جنبه زنانه داره و از رهبری صحبت میکنه که برای یک جنبش دموکراسی خواهی ولی رهبری زن برای شما فکر میکنید واقعا امروز در این جنبش که الان به جنبش سبز موسوم شده و بسیار القاب مختلف بهش میدن جنبش دموکراسی خواهی جنبش جنبش آزادی یا هر چیزی واقعا رهبری دست زناست من فکر میکنم که اگه نخوایم اقراق کنیم یعنی واقعیت اجتماعی رو ببینیم بر اون چیزی که من تو خیابونا دیدم یا همه ما میتونیم تو این فیلم ها ببینیم به یه معنایی در واقع تجربه زنان خیلی تو این تو خیابون خیلی مهمه یعنی خیلی در خیلی از صحنه ها ما میبینیم که زنان نه تنها این نقش رو دارن که فضای خیابون و فضای در واقع اعتراضا رو چه در جنبه در واقع اینکه نذارن که, که جوونا دستگیر بشن اینکه فضا رو آروم کنن که سعی کنن که خوشونت بار نشه فضا چه حتی در جنبه‌ای که دفاع داره انجام میشه در مقابل حمرات هر دو تا احساس میکنی که و خیلی وقتا میبینی که حتی شعارها از طرف زنا شروع میشه در خیابون من میتونم نقش رهبری زنا در مقایسه با چیزی که قبلها وجود داشته من نمیخوام بگم که نه حالا یک سر شده فضا خیابون با رهبری زنا همین جدا نبودن صفهای زنان و مردان همین که این زنان با در واقع ظاهری میان که برای یک زن فعال سیاسی به تعریف با تعریف های نرمالی که ما تو ذهنمون داریم کلیش شکنیه ساختار شکنیه اون با در واقع شکل و شمایلی که میاد برای تظاهرات خیابونی اون شکل و شمایل اصلا یه بخشی از خواسته اون نشون میده همه اینا ولی متاسفانه اگه بخوایم واقع بینانه نگاه کنیم در سطح رهبری سیاسی زنان حضور ندارن واقعیت اینه که اون نقش و جایگاهی که زنا تو خیابون دارن توی سطوح بالا و تو سطح عرصه سیاسی ندارن این فقط توی داخل ایران نیست حتی در خارج از ایران هم هست یعنی گروه‌هایی که مدعی رهبری جنبشن یا در واقع به هر شکلی دارن رو جنبش تاثیر میذارن نفوذ میکنن به نظرم زنان یا خیلی کمه یا اینکه خواسته های زنان توشون کم دیده میشه خب چطور میشه حالا این عوض کرد وضعیت شما فکر اگر که ها، به جای اینکه به تحلیل برن در مجموعه جنبش یک جنبش سنفی خاص زنان داشته باشد در به موازات این جنبش این میتونه مثلا اون جبران بکنه اون وضعیت نبودشون در رهبری ام 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 ما نمیتونیم آخه تحلیل مکانیکی بدیم به جنب ما نمیتونیم بگیم که خب اگه این شکلی بشه ما باید اون چیزی که بستر و زمین اجتماعی میسازه رو بتونیم نسبت بهش تحلیل و راه, راه در واقع راه ارائه بدیم از, از نظر زن من زنانی که توی خیابون هستن و بخش عظیمی از بدن این جنبش اجتماعی تشکیل میدن خودشون رو تعریفی که از هویتشون میکنن حالا به خودشون میگن سبز هستیم ما و جزی از این جنبش هستیم تعریف گره خورده با خواست بزرگ دموکراسی و آزادی بنابراین ما اساسا نمیتونیم الان توی شرایط, ج... شرایط به خصوص بعد از انتخابات این خواست بزرگ رو تقلیل بدیم و به اونها بگیم که نه برای اینکه خواسته های زنان نادیده گرفته نشه شما بیاین فقط تمرکز کنین روی خواسته های زنان روی برابری جنسیتی و غیره ما اینو نمیتونیم بگیم این یه چیز مکانی در واقع خواست مکانیکی که تحقق نمیپذیره اون چیزی که به نظر من میشه اینه که به جای اینکه ما از زنانی که به یه معنا در خیابان فعالن اینو بخوایم از جنبش زنان بخوایم از فعالان فعالانی که تمام این سالها مبارزه کردن برای حقوق زنان که صدای این زنان رو تفسیر کنن و قرائت کنن و پیش ببرن تو عرصه سیاسی جنبش زنان اساسا من همیشه یه نیروی سیاسی بوده همیشه با قدرت در حال مذاکره و مجادله بوده به نوعی و قدرت که یه شکل نداره قدرت که فقط دولت احمدی نژاد نیست دولت که قدرت قدرت اعصاب سیاسی ان قدرت افراد با نفوذ ان قدرت موسوی قدرت کروبی هن. قدرت اعصاب اپوزیسیونن همه اینا کسانی هستن که جنبش زنان باید شروع کنه باهاشون حرف زدن ازشون خواستن که ما خواسته های جنسیتی رو میخوایم وارد جنبش بشه ولی خانم سادی جنبشی بنام جنبش زنان وجود داره در ایران چون ببین هیچ تشکیلات خاص زنان ما به اون شکل نداریم که فراگیر باشه در ایران و بتونه همه رو شامل باشه درش ما یه همچین چیزی بارها بارها داشتیم و میتونیم هم داشته باشیم نداشیم. ولی... یعنی خیلی س... خیلی جدید 6 ماه, پی... ماه پیش 8 ماه پیش 8 ماه پیش آخرین در واقع ائتلاف بین زنان گروه‌های مختلف شد گرفت در قالب همگرای جنبش زنان با برای طرح مطالبات در, در, در انتخابات من فکر میکنم که سال گذشته این موقع ها بود که بحثا شروع شد که لازمه که ما مطالبات زنان تو انتخابات کنیم. دقیقاً کنی یه دقیقاً مشخصی رو مطرح کنیم. بعدش چی شد؟, شد. اجازه بدیم و میخوام بگم که در واقع توی اون طیفی که همگرایی رو شروع کردن ما از مذهبی ترین زنان داشت مثلا من اعظم طالقانی چون تیف بود تا سکولار ترین و زنای لایکی مثل خانم شهلا لاهیجی در واقع یه تیف بسیار وسیع بود که سعی کرده بود روی برنامه مشخص به توافق برسه دو تا خواست مشخص رو مطرح کنه اما اینکه سرنوشتش چی شد من میخوام بپرسم سرنوشت گروه های دانشجویی که مطالبات خاصشون رو مطالبه کردن چی شد سرنوشت گروه های کارگری که مطالبات خاصشون رو تکن چی شد وقایع بعد از انتخابات انقدر سری بود که تمام جنبش های اجتماعی به نظر من به نوعی آچمز شدن به نوعی تو این وقایع وقایه یا حل شدن یا خونسا شدن یا غیر فعال شدن و منفعل و بعد سرکوب وسیع اونچنان در واقع نهادهای اجتماعی جامعه مدنی و جنبش های متنوع کوچک رو هدف گرفت که الان در واقع یه بخش عظیمی از بدنه این جنبش های اجتماعی یا جذب جنبش سبز شدن و تو بدنه جنبش دیده نمیشن به عنوان فعال جنبش زنان یا فعال دانشجویی به عنوان یکی از بیشمار افراد دیده میشن یا اینکه به عنوان فعالیت های قبلیشون تو زندانن تحت فشارم و غیره تو چنین شرایطی به نظرم جنبش زنان هم مثل بقیه جنبش ها لازمه که و وقت زیادی هم نگذشته ما راجع به هشت ماه داریم صحبت می‌کنیم تا روز تا یک روز قبل از انتخابات همگرای فعال بوده خواسته ها رو مطرح کرده آقای موسوی تو هاش گفته آقای کروبی تو هاش گفته حتی محسن رضایی حاضر شده با زنا دیدار بکنه بنابراین اینجوری نبوده که فعال نبوده باشه اینجوری هم نبوده که ماها یادمون رفته باشه, باشه. و شما فکر میکنید چون تا اون موقع انتقادی که معمولا میشد از جنبش زنان که این جنبش زنان بیشتر دسته یک عده از زنان لایک و فمینیستی که خواستهای رادیکالی مطرح میکنند که به همین دلیل خواستهای های رادیکالشون عده زیادی از زنان دیگه ای که به طیف مذهبی گرایش دارند و فلان خیلی اکراه دارن که بتونن بپیوندن به این جریان شما فکر میکنید در مقطع انتخابات ایران این مشکل برطرف شده بود؟ من فکر می‌کنم که اساساً این مشکل به این معنا وجود نداشت. این یکی از در واقع انتقادایی که از جنبش زنان میشه بدون اینکه یعنی کسایی این انتقاد میکنن از نظر من که خیلی جنبش رو نمیشناسن و خیلی نیدن کارشون یعنی ما بارها و بارها تونستیم سر موارد مختلف زنهای خیلی مذهبی با زنهای سکولار ائتلاف کنن مهمترینش از نظر من بزرگترینش اعتراف علیه لایحه حمایت خانواده بود نه همگرایی تو ائتلاف علیه لایحه حمایت خانواده ما زنای جل... خانم جلسه های مذهبی داشتیم از اون طرف هم لایف ترین زنان بودن یعنی و همه با هم، ما با هم صد نفر زن متنوع از شهرستان و تهران بلند شدن رفتن مجلس به عنوان نماینده گروه های مختلف زنان من فکر می‌کنم چنین رنگارنگی و چنین تنوعی رو هیچ کدوم از جنبش‌های به اصطلاح جنبش‌های اجتماعی دیگه هرگز در خود نداشتن به نظرم اینم دوباره یکی از اون چیزایی که هر وقت زنا یعنی یکی از اون با اون گره میخوره که زن نمیتونن دور هم جمع بشن زن نمیتونن با هم کار کنن و به نظرم در مقایسه با گروه سیاسی در مقایسه با گروه های دانشجویی در مقایسه با, با حتی گروه های روشن فکر ها همواره تو این سالا خیلی بهتر با هم کار کردن بسیار حالا یک سوال دیگه ای که مطرح میشه این وسط اینه که بسیاری معتقدن که در انقلاب بهمن هم زنها نقش بسیار فعالی داشتن کشته دادن و غیره و اینا ولی نهایتاً به قول یکی از کسانی که اخیرا من در همین برنامه باش مصاحبه کردم صحبتش این بود که بعد از انقلاب تازه زنها باید می‌رفتن مبارزه میکردن که حقای از دست رفته رو بگیرن اون چیز قبل از انقلاب داشتن به جای اینکه حق بیشتری به دلیل حضورشون در انقلاب به دست بیارن چه زمانتی هست که این بار اگر این دوم صرف به نتیجه برسه و به خواستاش برسه و نهایتاً همون موضوع تکرار نشه و زنها باشن که این وسط فعال بودن ولی در نهایت اون حقوقشون نتونن بگیرن خب از نظر من خطر جدیه با, وجود اینکه خیلی از صاحب نظران انتقاد دارن که چنین مقایس های همان های بین انقلاب 57 و جنبش کنونی مقایس های درستی نیست چون شرایط اجتماعی سیاسی و خیلی چیزای دیگه متفاوته ولی من فکر می کنم که انقلاب 57 اولیش نبود انقلاب مشروطه اولیش بود تو انقلاب مشروطه هم زنا این همه فعالیت کردن و بعد بعدش حتی حق رای رای نگرفتن توی اولین قانون اساسی ایران انقلاب 57 هم که همون میدونیم چه حاصلی برای زنان داشت من فکر میکنم که به هر حال اگه ما فکر کنیم که جنبشی که در جریانه داره میره به سمت یک تحول اجتماعی عظیم اسمش حالا هر چی میخواد باشه تو این تحول این خطر همواره وجود داره که خواسته جنسیتی نادیده گرفته بشه و به خصوص تو جامعه مثل ایران که به هر حال نهادهای مرد سالار هنوز قدرت خیلی زیاد و مرد سالاری قویه و گرایش خیلی خیلی شدیدی هست به همه با هم و همه یکی شدن و همه زیر عنوان یک خواست بزرگ از این جهت به نظرم اگه جنبش زنان توی این مقطع تاریخی و جنبش زنان که میگم یعنی تک تک ما همه تشکل ها و گروه ها و فعالان به حتی به طور منفرد وای نه اصلا سر اینکه ما وایستادیم اینجا و میخوایم که مطمئن بشیم که هیچ نوع دموکراسی بدون حقوق زنان محقق نخواهد شد برای اینکه به طور واقعی هم هیچ نوع دموکراسی بدون حقوق زنان محقق نخواهد شد وگرنه اگه ما این پیچ تاریخی رو از دست بدیم دوباره گرفتاری های انقلاب 50 و انقلاب مشروطه و همینطور تداوم یه تاریخ به نظر من سراسر مرد سالانه رو خواهیم داشت بسیار خوب برگردیم به وضعیت جنبش سبز یا حالا هر اسمی میخوایم بذاریم برش شما اخیرا در انتقادی که کردیم به بیانیه آقای کروبی اونجایی جایی که صحبت میکنه که ما در پی انتقام نیستیم و به حال نباید کاری داشته باشیم به افرادی که اشراف میکنن در حال حاضر انتقاد میکنم میگین که با این صحبت ها در واقع شما آقای کروبی دارین به کارت سفید میدین به این سرکوبگران به از دید شما که هر کار دلشون خود بکنن برای اینکه عقوبتی نخواهندید شما با این صحبت ها میفکر نمیکنید اصولا ماهیت مسالمت این جنبش رو واقعیت داستان اینه که باز همون تجربه ما نشون میده که بدون گفته شدن حقایق من اون چیزی که روش تاثیر میذارم اینه که تاکید میخوام بذارم اینه که حقایق مهمه و اینکه آدما بیان مشخص بشه که برای من این مهمه مشخص بشه دقیقا چه کسی محسن روح رو کشته چه کسی مسئول مرگ ندا آقا سلطانه چه کسی مسئول تجاوز به فلان، به دختریه که الان میاد میگه به من تجاوز شده یا بعدها اگه شرایط باز بشه میاد میگه اینکه بعد جامعه چه تصمیمی خواهد گرفت یا اون قربانی ب... ب... در واقع به عنوان نفر اول و خانواده اون بازماندگان اون چه تصمیمی خواهند گرفت؟ تصمیمشون بخششه؟ تصمیمشون گرفتن خسارته؟ تصمیمشون مجازاته اون تصمیم قربانی در وهله اول خانواده قربانی و بعد جامعه است مسئله اصلی اینه که از نظر من بدون روشن شدن حقایق بخشش معنایی نخواهد داشت کی رو میخوای ببخشی خانم شادی سعد خیلی متشکرم شرکتون در برنامه دیگه ممنون شما خاید.